اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. کاش سرزمینم باری دیگر بخواند آواز عاشقانه، بر برف‌های البرز باری دیگر ببینم سیمرغ جاودانه. ای کاش کوچه باغم لبریز نور باشد و چشم کودکانم لبریز شور باشد. ای کاش نام ایران یعنی که سربلندی، همسایه های عاشق مغرور خیشوندی، نه کین به سینه ها بود نه دشمنی به جان ها، دل ها تمام عاشق پیدا و در نهان ها. دیروز سرزمینم بر بام نور جا داشت، شب روی بستر گل منزلگهی جدا داشت. شرح تمدنم را نایب امام بلعید، تاریخ هستیم را از سرو قرنها چید. اسلام انقلابی جغرافیای ما شد، تاریخ کربلایی تا رهنمای ما شد. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 27 دسامبر، ششم دی ماه 1400، به شما سلام. سه روز دیگه سال نو میلادی آغاز میشه. توی این چند روزه به هر حال مشکل نوع جدید کرونا، حمله‌ای که به کشورهای مختلف کرد، دیروز ایالات متحده 1000 پروازش رو لغو کرد، بیشترش هم پروازهای داخلی. و بعد من نگاه میکنم یک باره این مشکل، مصیبت چجوری جوامع رو در آستانه سال نو، 3 شد، گرفتار این مصیبت میکنه. خوشبخت اون ملت هایی که دلشون با حکومتشون یکیه و مشاهده میکنن که حکومتشون مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان با چه تلاشی، مثل اسرائیل با چه تلاشی سعی میکنن جلوی این نوع جدید بیماری رو بگیرن، به یاری ملت هاشون برن. شگفت ها، در آمریکا دیگه بچهای 10-11 تو اسرائیل واکسن میزنن و در کشور ما هنوز اون خیانت نایب امام زمان که گفت من اجازه نمیدم واکسن از آمریکا و انگلیس بیاد، علاوه بر هزاران خانواده رو که عزادار کرد، هنوز داره میبلعه، فقط به خاطر خودخواهی های آدم که عاشق مسکوه، از آمریکا هم بدش میاد. حالا به چه دلیل واقعا من نمیدونم. شگفتی زده هستم آنچرا این روزها مشاهده میکنم. خیلی سنگینه برام. شما حرفا رو گوش بدید، حرفایی که اینجا و آنجا میشنوید بشنوید. معلم ها، تاج سر ما، میگن آقا ما اگه شاگرد همون میخواستن آخوند بشن، خب میرفتن حوزه، چرا مدرسه میمدن؟ شما اگر نگاه بکنید، اونایی که میرن حوزه یا از خانواده های بسیار فقیر روستایی هن که میگن زودتر بریم به پول برسیم. من یادم قبل از انقلاب
اون آخوندهایی که اهل منبر و سخنرانی غیره بودن وضعشون فرق میکرد، ولی اون آخوندی که دو قوم نگاش میکردی قبای پاره نوسنگک دستش در خون آقای شریعت مداری و گلپایگانی التماس میکرد، اینا اغلب از یالقوزآباد بودن و اومده بودن که به پول برسن. میدونستن ما یه بار روزه رو دارن، سالی یه بار عاشورا رو دارن، محرم رو دارن، گاهی اوقات رمضان رو هم دارن، بالاخره یه پولی جمع میکنن زندگی بکنن، چون کار دیگه که بلد نبودن که. همه که آقای سرفرازی نمیشدن که بیل بزنه، اون مرد وارسته‌ای بود، مرد بزرگی بود، فرق میکردن اینا. به هر روی الان که نگاه میکنم، نگاه کنید به تظاهرات معلمین و حرفی که تاج سر ما معلمین بزرگوار که دستاشون رو میبوسم عنوان میکنم. اگر دانش آموزان، اگر دانش آموزان دوست داشتند آخوند به آنها درس بدهد به حقوق میرفتند. همکاران گرامی، مردانه، همکارای خانم، مردانه شجاعانه در مقابل این تیر خلاصی که به نظام آموزش در حال انتظار میخوان بزنن، از ورود این آقایون به مدارس به شدت و عملا خودتون جلوگیری کنید. من معلمو اگه خفه کنی یعنی بچه های این مردم رو زندگه بور کردی. اما اون کسی که بالاست. حالا اینا رو دیدید؟ جالب اینه که یک بنجل انقلابی میاد به معلم حرف زد. معلم میگه آخه بچه‌م به من اعتراض میکنه، میگه چرا انقلاب کردی؟ یقه من گرفته. بعد آقای سرقایی میفرماید بابا انقلاب که مال خودتونه، نه مال شماست. تو اگر انقلاب نشده بودی شاگردی بودی دوچرخه ساز تای میدون شا دوچرخه تعمیر میکردی. دست بالای بالا خیلی بگیریم، مثل رفیق دوست وردست و مثلا دایی جانت سیب میفروختی توی میدان امین سلطان. کار بدی هم نیست، سیب فروشی خیلی پولدار شدن، ولی وزیر نمیشدی، نمیومدی وزیر سیاحت. حالا یه چیزی ازش دارم براتون پخش میکنم، میمیرید از خنده. اما اول این مکالمه رو گوش بدید. خب بازنشست شده من. خب چی درس میدادید؟ معارف دبیرستان درس. من 30 سال از انقلاب دفاع کردم. خیلی روزگار هنوزم همینطور. نه انقلاب هم متعلق به خودمونه. به کیه مگه؟ خودمونیم دیگه. ما رفتیم دستامونو بالا کردیم و انقلاب بود. آفرین. ولی الان نصفشو پشیمونم. متاسفم. من درک میکنم. میدونین چرا؟ من درک چون جوون من به من میگه ما جوون اهل بله میگه انقلاب خودتونه. میگه من میگه نخیر مال ما نیست. ما یقب رو بچه ها میگیرن پوستمونم میکنن. ببینید به یه نقطه رسیدی، من راحت براتون بگم. توی این ویکندا سرچ میکنم، پرسجو میکنم، میرم تو سایت ها، به تلویزیون های دیگه گوش میکنم، کلاب هاوس میرم، فرصت هایی که دارم سعی میکنم از چند و چون اوضاع خبر بهتری بگیرم. دوستان نازنینی هم دارم، بخصوص از شما جوانای عزیز که دنبال میکنید ما رو، که به موقع خبرها رو برام میرسونه خیلی سریع. و خب من برام جالبه، عده‌ای بلند میشن در روز تعطیل میرن منزل نرگس بانو محمدی، یه شخصیت حقوقی که الان چند سال زندگیشو گذاشته تو زندان و توی مصیبت. بعد نگاه میکنم میبینم پوران جان ناظمی اونجاست. نگاه میکنم خانم سپهری عزیزم، واقعا خواهر گرامی من، اونجا حضور داره و دوستان دیگر. نگاه کنید این منظره رو، چقدر افتخار انگیزه. از بهبهان تا رشت، از مشهد تا خوزستان و تمام ایران، از مرزهای ایران
تا هر کجای دنیا که قلبی برای انسانیت میتپد نام نرگس محمدی را میدانند. زنی که تمام سالهای عمرش را برای کم کردن رنج انسانها تلاش کرد. نرگس محمدی بیش از 42 روز است در همان سلولهای انفرادی به سر میبرد که برای برچیدن آنها زحمت کشید. ما اینجا جمع نشدیم که بخواهیم نرگس را آزاد کنند. نرگس در یاد و ذهن همه انسانهای آزاده زنده است. اما اینجا از زندانبانان نرگس میخواهیم کمی از کینه و ظلمی که نسبت به او دارند کم کنند. نرگس محمدی تنها نیست. جنبش دادخواهی ملت ایران زنده است. درود بر شما. درود بر شما که دلهای ما رو قرص و محکم میکنید که نه، این رودخانه را سر باز ایستادن نیست. این نکته رو بهتون بگم، خودتونم تعامل کنید. فرزندان من از بزرگتراشون میتونن بپرسن. شاید هیچ مجموعه قبل از انقلاب به اندازه روحانیون محبوب نبود. حالا یه عده ایراد به ارتجاعی بودنشون میگفتن به افکارشون، ولی کلن احترام میگذاشتن بهشون، واقعا بهشون احترام میگذاشتن. اون وقت در میان روحانیون شخصیتایی هم بودن که بعدن هم نشون دادن قابل احترامن. هیچگاه احترام جامعه نسبت به زنده یاد علی مقدادی اصفهانی کم نخواهد شد. نه عنوان حجت الاسلام استفاده کرد، نه علامه، نه آیت الله، از همه اینا با سوادتر. پسر مرحوم عاشق حسن نخودکی و خودش هم خیلی عارف برجسته. آدم هایی بودن که ارزش داشتن در جامعه، دارای حرمت بودن. آقای علامه محقق داماد دارای حرمت بود در جامعه. آقای شبستری حرمت پیدا کرد، که آموزا حائری جایگاهی داشت. آیه شریعت مداری، اون مرد نازنی، اینا جایگاه داشتن. حاسد مهدی‌زاده، جندقی ها، من بارها اینا رو گفتم تو برنامه و تکرار میکنم برای اینکه ذهن شما جوونا بدونه. یک زمانی آدم های انسان با سواد و برجسته ای هم بودن که حالا ابا عمامه داشتن، ولی میدان دست کلاش ها افتاد، میدان دست دوست ها افتاد. مهدی طالقانی مصاحبه داره با یک آقایی که به منم ذکر خیلی هم از من کرده، خوب خیلی هم بامزه است، میگه با علیرضا تو کافه آشنا شدیم. البته اشتباه میکنه، ما تو کافه آشنا نشدیم. رضای امامی عزیزم، غلام رضای امامی، مترجم نویسنده، اون باعث خیر شد و بعدم که دیگه با هم بودیم، یعنی واقعا ماها و روزها و هفته ها، و اتفاقا راجع پدرش هم خیلی حرف میزدیم. من علاقه داشتم با آقای، روزی هم که آقا از زندان آزاد شد جز اولین کسانی بودیم که به دیدنش رفتیم، با رضا و با خود مهدی که ما رو برد. او اشاره میکنه، میگه آقای طالقانی از خلخالی در رنج بود. آخه خلخالی ارزشی نداشت که در جماعت روحانیون باشه، آدم کش بود، یک بیمار روانی که یه بیمار روانی دیگه اونو به جان مردم انداخت. خمینی روحانی نداشت که از نمیتونست با آقای محقق داماد بگه. آقای هادوی مگه نبود با آقای محقق داماد هم میگفت شما هم دادشان؟ البته آقای محقق بعید میدونم قبول میکرد، ولی به هر حال آدم حسابی هم بود که با عدالت بگه بررسی کنید پرونده ها رو، نه یه آدم کش جانی رو بندازه به جان افسران وطن پرست برجسته، سیاست مداران نازنینی. آخه عاملی تهرانی گناهی کرده بود، جعفریان نازنین، نیکخواه نازنین، اینا گناهی کرده بودن. لعنت به خلخالی. همون پایانش، بدنش که گند گرفته، بوی گند،
نشان میداد چه عاقبتی داره. یک مش وحشی گرازمانن مثل همین طالبانی ها ریختن به جون ملت ایران. تمام اون اولا نگاه کنید از اول انقلاب دقت کنید چه کسانی حذف میشن. یه روز به دست فرقان، یه روز به دست کشمیری، یه روز تو انفجار حزب، یه روز تو انفجار نخست وزیری. تمام اون روحانیونی که از جنس اینا نبودن پاک میشن بهشتی با هنر. حالا ممکنه امروز بیان بگه اونا هم مثل اینا بودن. نه عزیزم، مفتح اینا آدمایی بودن که چون درس خونده بودن، چون دانش امروزین رو داشتن، نحوه عملکردشون فرق می‌کرد. همه حذف شد، همشون حذف. و این داستانایی که مجاهدین بودن، مجاهدین بی خود می‌کردن 500 کیلو ماده TNT بذارن توی حزب، همه برنامه‌ریزی شده. همش آقای هاشمی رفسنجانی اون روز نمیره حزب، تو خاطراتش میشه آره من گرفتار داشتم، جلسه داشتم. تو جلسه نخست وزیری نمیره، شورای عالی امنیت ملی است، ایشون رئیس پارلمان باید بره اونجا، نمیره. آقای خامنه ای رئیس جمهور تشریف ندارن. حالا رئیس جمهور رو وقت نبود، معاون وزارت دفاع بود و نماز امام جمعه تهران بود و حالا هزار تا شغلای دیگه که داشت. اینا هیچ کدوم، حتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی است، در حزب حضور ندارد، چون ایشون در بیمارستان قبلا زخمی شده خوابیده. تمام اینا رو نگاه کنید، مثل من نمیخوام بگم دایی جان ناپلئون وال، ولی یه برنامه ریزی درست. حالا این روحانیتی که دارای محبوبیت بوده امروز به کجا میرسه؟ به کجا میرسه؟ به جایی میرسی که خودشون اقرار میکنن، اقرار میکنن آقا ما جامعه المصطفی درست کردیم، 50 میلیون شیعه در جهان اضافه شدن. دروغ میگویی مردک، این 50 میلیون هم اگه اضافه شدن هر نفرشون 5 میلیون دلار گرفته، بعدم پاتون رو گوشتیم بیرون برگشتن. مگه سودان نبود؟ سودان 3 تا شیعه هم ندارد، همه اون 5000 تا برگشتن. گانا همینجور، سیرالئون همینطور، گینه همینطور. جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه درست کردن که در سراسر جهان آقا بله ما چه برای جامعه المصطفی 308 میلیارد تومان پول گذاشتیم، برای تجهیزات بیمارستانا برای کرونا 400 میلیارد تومان، برای جامعه مصطفی 308 میلیارد تومان، یعنی 100 تا فقط کمتره، که یک مش مفخور از بورکینافاسو و از جنگل آباد بیان مثلا برن میگن درس میکنن شیفته بشه. جامعه شناسشون آقای حسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگه که پس از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی رابطه همدلانه روحانیت با مردم به رابطه همکارانه یا ارباب و رعیتی تبدیل شده. اگر بخواهی با سالها و ماهای اول انقلاب مقایسه کنیم، قطعا روحانیون محبوبیت سابق را نداره. چرا نداره؟ چون دزدن، چون آدم کشن، چون جائرن، چون فاسدن، چون متعرض به نوامیس مردمن، متعرض به مال مردمن، مالی که الناسو مسلطون علی انفسهم و اموالهم و ارواحهم. این رژیم اومد گفت نخه من مسلط هستم، نه مردم. مردم کیم؟ این منم، من طاووس علیین شدم که مسلطه بر همه شما هستم، بر همه چیز شما. ایسی جالب من دیدم وزیر خارجه عراق آقای فؤاد حسین، یه شخصیت کرد محترمه، نمیدونم چرا همیشه میبینمش یاد حسن شرفی میفتم، که در یک نظام دموکراتیک در ایران حسن شرفی میتونه یه وزیر خارجه خیلی خوب باشه.
خیلی نمیدونم شباهت های رفتاری و عمل که از اون تو شرف هم انسان واقعا وارستی. به هر رو اومده بود ایران مذاکره میکرد با امیر عبدالله. اول بهش خبر داد که آقا جان آمریکایی‌ها به ما اجازه دادن 250 میلیون دلار از پول برقی که شما از ما طلب کنیم بهتون پس بدیم. موتار این راه و روشی داره. باید این به یه حساب مخصوص بره. شما از اون حساب باید برین دارو بخرین، واکسن بخرین و غیره. اون حسابشون در سوئیس رو به ما بدید، ما واریز کنیم. آقای امیر عبدالله گفت نه خیر، ما احتیاج نقدی داریم به این پول. شما یه به کار بگید یه مسافر بفرستین با چمدون بیاره. نیست خودشون کاراشون چمدونیه. خودش که رفت بیروت 10 تا چمدون با خودش برد. ببینید این نظام لیاقت اداره بورکینافاسو هم نداره. بهترین پیشنهادی که زنده یاد دکتر بختیار به سید روح الله کشمیری مصطفی کرد این بود: تو بیا برو قم، من برات واتیکان درست. به چه اعتباری داشت؟ آقا در قم نشسته بود، واتیکانی داشت، اعتباری داشت، پایتخت تشیع میشد، حرمت میگذاشتن در جهان بهش. حالا کجاست؟ حالا مقبرهشو مسخره میکنن. مردک تو که میگفتی درویشی لقمه نون و پنیر میخوردی، این قم العظیم چه اونجا درست کرد؟ مردم رو فریب بدید. اون بیچاره بدبختی که انواع امراض رو داره بره اونجا یه 100 تومن هم تو جیبش بندازه اون تو. اولا چیزهای خوشمزه تری هم براشون مینداختن، منتها اومدن شیشه گذاشتن که دیگه از اونها نتونن بگذرن. یادش بخیر خدا بیامرزه، حسن عرب هر روز صبح من بگو آقا امروز مثلا فلان قدر چیزهای بد انداختن اون تو. خوشحال بود از اینکه میدید خمینیشون خوب میشناخت خمینی رو، همسرش اهل قم بود و با خانواده های اینا ارتباط نزدیک داشت. بعدم یه بار پاشور رفت اونجا آقا مال منه بدین، به من چه ربطی داره اگه حسن عرب شوهرم ضد انقلابه. به هر حال موفق شد نمیدونم یه خونه شون رو بگیره یه همچی چیز. بله حالا اجازه بدین ببرمتون یک فیلم جیمز باندی زیبا با سراسر صحنه های اصلا کارگردان های درجه یک. یعنی من این کارگردانی رو بهتر از این کارگردان رو ندیدم که اینو درجه یک. آقا میگه نگاه کن 16 تا موشک رو همزمان به فضا فرستاد. یه رندی میگه آقا من این کامپیوترهای اینا، سایبری اینا، بساطی که اینا میگن یه خود شک دارم، اهل این کارم هستم، بشینم یه خود تجزیه تحلیل کنم. نگاه میکنه ای این موشک هوا کردن که 6 ماه پیش هم اینا همین کار کرده بودن و همین موشک و همین جا. بعد این موشک بزن که بره بالا، همون جا که رفت بالا منفجر شد. بعد چطور ممکنه بغل یه تپه 6 ماه پیش موشک منفجر بشه، 6 ماه بعد توی رزمایش حضرت رسول مکرم 17 دوباره همون داستان تکرار بشه؟ نگاه دقیق، دوباره بگذارید دقیق بینندگان من اینو ببینن. ملاحظه کردید چرا با مردم اینجوری میکنید؟ چرا به مردم دروغ میگید؟ حالا فیلم سراسر زد و خورد و پیش رفت و توسعه و موشک و آسمان و هوا زمین و زمین هوا و موشک های دریا به دریا، دریا به زمین، نور، ساقب، شهاب. نگاه کنید، نگاه کنید فیلمشون چه خبر.
داستان چیه؟ داستان اومدن میگن ماکت دیمونا رو درست کرد. دیمونا کجاست؟ در صحرای نقب تأسیسات اتمی اسرائیل در اونجا قرار داره و در کنارش هم تأسیسات هواپیما سازی. یعنی اون منطقه رو اسرائیلی ها یک منطقه محظور یا ممنوع اعلام کردن و یک دوروبرم حصان یا دیواره های زخیم و در زیر زمینم، نه مثل مال اینا که 50 متر میرن زیر زمین میگن 5000 متر زیر زمینیم. خوش باشید. حالا یه بارم آقا رو برد بودم اونجا قلبشون گرفته بود، کاری ندارم، ما هم یه بار رفتیم قلبمون نگرفت. اون وقتی که برای مجله فردوسی عباس پهلوان عزیزم من گزارش شهری می نوشتم و رفتم متروی تهران که آغازش بود. باری خب چی هدف اینا؟ اینا دارن میگن به مثلا اسرائیل، حالا اسرائیلی که رنگ زیر شلواری اینا هم میدونه چیه، قشنگ میدونه آفتابشون پلاستیکی آهنیه که آفتابه رو آب میکنیم برای میذاری در توالت، همه اینا رو میدونه. وقت اینا میخوان برن دیمونا رو بزنن، الان دارن به اسرائیل میگن نگاه کن نوک شمشیر داریم با ذوالفقاره بیاد اونجا. ولی اینا احمق ها، بگذارید با این لفظ بگم، گمان میکنن که اسرائیل و ایالات متحده و روسیه و جهان اجازه میده که اینا برن دیمونا رو بزنن. اولا حمله به هر نوع تأسیسات اتمی یه فاجعه بزرگ. این نادانان فکر میکنن با همین 4 تا و نصف پهپاد ورشکسته و به قول جمشید بلو نسبت موشکاشون اینا قادرن مثلا از جنوب لبنان نقب رو بزنن، بلن از غزه بزنن. و اینا نادانها نمیدانند کبریتو که روشن میکنی، کبریتو اونا میدونن که کبریت روشن کردی، چون گوگرد فضا رو عوض میکنه، چه برسه به این که تو موتور موشک رو بزنی. از کجا میخوای بزنی؟ از جنوب لبنان؟ محو میشه جنوب لبنان، نه حزب الله، جنوب لبنان محو میشه و شما به عنوان جنایتکاران علیه ملت لبنان محاکمه خواهید شد. از کجا میزنید؟ از غزه؟ غزه توان پرتاب چنین موشکایی نداره. 4.5 حسن مشکی درست کرده اینا موشکاشونه. با ابو مازن صحبت میکردیم میخندید، گفت اگه قرار موشک درست کنید ارتش فلسطین رو تقویت کنید، خب موشکا باید تحت کنترل من باشه. از ایران میخواید بزنید؟ یعنی همجوری که الان داشتیم میزدید بخوای بزنی بره 2000 کیلومتر ورتر بخوره تو اسرائیل تو قلب دیمونا. وقتی بلند شد 500 کیلومتر نرفته که تو هوا منفجره، بعد پشپندش یکی دیگه میاد میخوره، اون وقت تأسیسات شما رو جهنمش میکنه، جهنم زیر و رو، مثل اون فیلمه اینفرنو، جهنم زیر و روش میکنه. شما میخواید اینجوری برید به جنگ. من به این برادران سپاه این توصیه رو میکنم، زندگیتون رو دست سیدعلی آقا و 4.5 مثل اسماعیل قانی ندید. خود اسماعیل قانی رو 4 روز دیگه برکنارش میکنه. الان دعوا و بحثشون سر حاجی زاده است که اگه اینو بیاریم سپاه قدس این بدنامیش وقت ممکنه یقه ما رو بگیره. آدم کشته دیگه توی هواپیمای اوکراینی. ولی به هر حال اسماعیل قانی شکست مطلق بود. همون روزم هم رفتن به آقای خامنه گفتن آقا حداقل بذار مجید علوی بیاد، بذار یه دوتا آدمی بیان که کار رو بلدن. ولی آقای خامنه‌ای وحشت داشت از اونا، واقعا وحشت داشت از معاون اول آقای قاسم سلیمانی، وحشت داشت، میترسید. خامنه‌ای آدم ترسویه، چیکارش میشه کرد؟
به هر حال بسیار نمایش زشتی بود، بسیار نمایش زشتی بود و گمان میکنم که این نمایش پسامدهای سنگینی برای سید علی آقا خواهد داشت، چون به دشمن، قشنگ به دشمن توجیه کردن رو دادن. آقا به توجیه کن قشنگ، میخوای بزنی توجیه کن، منتظر نشو. ازوی این درنگ کوتاهی بکنیم، دو سه روز به سال نو مونده، اوضاع جهان به هم ریخته، اوضاع سرزمینمون، ولی بریم با این صدای زیبا یک کمی نفس هامون رو آرام کنیم. با درود دوباره. ناظری عزیزم اومده بود اینجا، شبی در خدمتش بودیم و همی جان متبسمم بود. این ستار رو معجزه می کرد باهاش که من نگاه می کردم. حالا نگاه می کنم مهدی محمد خانی، او با شعر سعدی. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. درود بر همه شما که دل رو تکان می دید، جان رو تکان می دید در برابر این جانورانی که نشستن و زیبایی آواز رو به نوحه دادن. یا که عارف قزوینی آخوند بود اولش، بعد این عمامه رو با یه کلاهی کج، سیبیلای زیبا، قیافه خوشتی و شروع میکنه آواز خوندن. امیدوارم علی عکسش رو پیدا کنه بهتون نشون بده. عارف قزوینی که عمامه رو برداشته، یه کلاه سفید بر سر، لباس سفید بر تن و کنسرت میذاره، حالا در جاهای مختلف، که یک بار کنسرتش در مشهد با اون شعر ایرج میرزا عارف نامه خیلی افسرده میکنه آدم و این دو روشن فکر زمانه خودشون. اینجوری عارف هم ظاهرن یه مقدار بی‌اعتنایی کرد به ایرج و به شازده ها حمله کرده بود. خب بالاخره ایرج شازده بود، نوی فتلی شاه بود، کاری ندارم. ولی او در موسیقی تو اون شرایط و زمان ها که موسیقی عبارت بود یک سازن که پشت اتاق اعلیحضرت میشست، ناصرالدین شاه، و شب میزد تو خوابش، ولی یا بزرگان مملکت هر کدوم تو خونه شد فرمان فرما سه تا موسیقی دان داشت، فرزندانش هم پیانو میزد، این خانواده بزرگانش. ولی عارف وقتی اومد، بله چقدر زیباست این عکس، بله اتا این حالا با لباس رنگ دیگری، ولی با لباس سفیدش هم هست، ولی اون کلاش خیلی قشنگ. و بعد نگاه کنید که توی این مسیری که ما داریم میریم، شیدا سبا میاد، اینا هستن که موسیقی کلاسیک ما رو از اون حالت سنگین یک نواخت دگرگون میکنه. بعدم خب دیدم صادق نوجوکی عزیزم، درود بهش میفرستم، با علیرضا جان میبودی گفتگو میکرد و صادق با من رفیق، دوست کهن و قدیمی است که سه تا از شعرهای منم آهنگ گذاشته و این یکی از انسانهای فوق‌العاده. من جالب برام این بود که وقتی انقلاب شد رفت به لس آنجلس، کمتر جذب کاباره و آهنگهای خط سرون و برمیتسا و اینا شد، جایگاه خودش رو نگه داشت، برای موسیقی کلاسیک خوند، در اون جایگاه والای پیدا کرد، کنسرت داشت. او داشت صحبت میکرد که نقش بعضی از هنرمندان ما در موسیقی چه بود. رولا خالقی، بدیعی، اینا رو آدم باید فکر کنه. علی تجویدی رو باید فکر کنه که عشق در او آتش فشانی رو روشن میکنه تا آخرین لحظه حیاتش است. پرویز جان یا حقی، خب خیلی از نزدیک باهاش برخورد داشتم، آشنا بود. امیدوارم انسانهایی مثل درخشنده، مثل متبسم، مثل حسین علیزاده، امیدوارم اینا ادامه بدن این مسیر رو و موسیقی ما متوقف نشه. خب حالا بریم سر بحثای فرامونی که این آقا امام جمعه اهل سنت گرگان بیچاره، آقای مولوی گردیج،
این اومد یه صحبتی کرد که حقم با او بود. میگه آقا این نورمفیدی جنگلا رو غارت کرده خورده برده، اعتراض میکنه. چیکارش میکنه؟ اولا خوب میدونی این یارو که امام جمعه اهل سنت میشه یه حقوقی داره، یه راتبی داره، به قول خودش یه خونه داره، یه زندگی داره، لابد داماد داره، عروس داره، و میبرنش تو اطلاعات گرگان. خوب خدمت پیرمرد میرسه. یه آدم با شرفی که از اول خودفروشی نکرده. حکایت مولوی عبدالعزیز فرق داره. مولوی عبدالعزیز میلیارد گرفته، مثل آقای وحید خراسانی و آقای نوری و اینا میلیارد گرفته، ولی این بیچاره رو 2-4 میلیون گرفته. ولی میبرن پوستشو میکنن، و چون ما هم ازش طرفداری کردیم و دنبال حرف و سخنش بودیم، مجبورش بودن بگه بله این تلویزیون های ماهواره‌ای بعضی خائنین. اول گوش بدیم به حرفاش، بعد من ببرمتون خدمت آقای نورمفیدی که مثلا اصلاح طلبم بود. ملاحظه بفرمایید. و تلاش صهیونیسم، صهیونیسم و استکبار جهانی برای مقابله با اسلام به اطلاع می رسانند. اظهارات و سخنرانی بنده در نماز جمعه اخیر آذرشهر بس بر اثر سوی تفاهم تاکید کرده و می کنم که من، که هم من و هم همه آل سنت محب آل بیت علیهم السلام بوده، برخی جریانات ضد دین شبکه های ماورایی همانند شبکه های ماورایی معاند، از علاقمندان خود می خواهم از هر گونه تجمع جدا توجه کنید. اولا این بیچاره هر سه کلمه یه بار مأمور اطلاعات رو نگاه میکنه که بهش میگه آره یا نه، غلیظش کن. بعد این چیزی که دادن دستش بخونه، چون باب میلش نیست، بلد نیست بخونه، نمیتونه بخونه. این یه مورد. من یادم از رضا شیران، دیپلماتی که در بیروت گرفتش از بالله، بعدم تحویل جمهوری اسلامی داد به جرم اینکه با من رابطه داشت و غیره. من این بیچاره رو اذیتش کردم. و آدم با شرفی بود، قشنگ معلوم بوده نمیخواد بخونه چیزی که براش نوشتن، و نخوند. نخوند از صدتایی دو تا رو خوند. ولی این بیچاره آخونده اهل سنت کاری باش کردن. دو دقیقه، یه دقیقه با هی دیگاه میکن اونجا رو، راضی هستی؟ خوبه، درسته؟ غلیظش کن، چربش کن، بگو همه اهل سنت فدایی امام خامنه‌ای هن. آره باید از اینا بگی. اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن که فایده نداره که. خب معلومه دوست دارن. اهل سنت مسلمانن، حضرت علی پسر عم و داماد پیغمبر دوستش دارن، احترام بهش میذارن. بنابراین این کار مهمی نیست این حرف رو زدی. نه، باید بگه همه اهل سنت بچه هاشون رو قربانی میکنن برای سید علی آقا. امیدشون توف سید علی آقاست که بچه هاشون خوب بشن. اینا رو باید بگی. اما چرا مورد غضب قرار میگیره؟ به خاطر این مردکی که توی گرگان به جان مردم افتاده. آخه پیکر محمد صفریانم به خاک سپرده شد در گرگان، شهری که خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت. چمتار از اونجا آورده بود. بدرود محمد. حتما میام بر مزارت اشکی همونجا میریزم، بوسه میزنم. آقای نورمفیدی از اول انقلاب خودشون، ابویشون، اینا نمایندگان سید روح الله مصطفی کشمیری و سید علی حسینی خامنه بودن. بای خامنه خود گرد و خاک کرد. زمان خاتمی ایشون مثلا طرفدار اصلاحات بود. ولی جالبه خیلی از این ملاهای طرفدار اصلاحات
جنایتکارترین بود. خوینی ها رو نگاه کنید، معتشم پور، خلخالی طرفدار اصلاحات بود. همین نور مفیدی واقعا عجیبه ها، عجیبه. سید جلال روزخان تو اصفهان. حالا بریم یه سراغی از آقای نور مفیدی بگیریم که قبلا هم البته من سراغش رفتم. ظرف 14 دهه اخیر حداقل 2 میلیون هکتار از جنگل‌های کشور خورده شده. اما این جنگل‌خواران چه قدرتی‌اند که هم دولت و هم مجلس به سازشون می‌رقصن. به این سند توجه کنید. سند محرمانه از هشدار سازمان بازرسی کل کشور به مجلس در خصوص جنگل‌خواری آیت الله نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان. کسی که یک امپراتوری از شرکت‌های چوب و راهسازی رو با فرزندانش اداره می‌کنه. او به همراه دو نماینده دیگه ولی فقیه در استانهای شمالی کشور تنها با یک نامه به مجلس جلوی اجرای طرح مبارزه با جنگلخواری موسوم به تنفس جنگل رو گرفت و همه فعالان مدنی و رسانه‌ای معترض به جنگلخواری رو یکی پس از دیگری حذف کرد. آخرین مورد مولانا گورگیج، رهبر مذهبی اهل سنت استان گلستان و از مخالفان جنگلخواری بود. شخص آیت الله نور مفیدی جنگلخوار اعظم یک سخنرانی مولانا گورگیج رو بهانه قرار داد و این مدافع محیط زیست رو هم از امامت جمعه عزل کرد. حضورتون عرض کنم که گراسهای طالبان در پنجشیر یک مامور پلیس رو که بعد از ورود اینا کنار کشته بود، رفته بود دنبال زندگیش، با زن و بچهش توی خونه زندگی میکرد، رفتن از خونش بیرون کشیدن در میدان شهر تیرباران. خیلی مردم عصبانی شدن، خیلی عصبانی شدن و فریاد مظالم طالبان، مرگ بر طالبان، نابود با طالبان، کشورمون رو پس بدید در همه جا بلند شد و فریاد درود بر احمد مسعود. شالا اون روزی رو میبینیم که دلاورانه احمد مسعود به سرزمینش باز میگرده. حالا در حدود و مرز میاد تو و میره بیرون، ولی این جوان نازنین که شجاعت پدر و کرامت و انصاف اجدادش رو داره، جوان نازنین نیست که برای افغانستان بسیار فداکاری کرده در همین سن کوتاه. صحبت از افغانستان کردم، یه اشاره بکنم که حالا گفت به اصطلاح کارگران جهان متحد شوید. حالا هم میگه شارلاتان های جهان متحد شوید. رئیس جمهوری ونزوئلا برای تشکیل یک شبکه اقتصادیت دوستها به ایران سفر میکنه. خیلی جالب. جمهوری ولایت فقیه هم که آقای حسن خانش رو از دست داد، ایرلو رو، حالا یه سفیر تازه در یمن معرفی خواهد کرد. دیگه اینو راش نمیدن، سعودی ها دیگه نمیذارن ایشون تشریف بیارن به یمن. باز من دوچار مشکل فریز شدن شدم. اینم گرفتاریست ما دوچارش هست. به هر حال تا زمانی که این کرونا لعنتی ادامه پیدا میکنه با این وضع، ما هم زندگیمون حالت عادی پیدا نمیکنیم، مشکلات رو خواهیم داشت. به هر روی من توصیه میکنم که همکاران من در اتاق فرمان با یک قطع و وصل این مشکل رو حل بکنن. بله، امیدوارم که مشکل حل شده باشه. بسیار عالی. خب حضورتون عرض بکنم که بریم اولا دادگاه عالی عراق. اینم خبر بسیار. دادگاه عالی عراق بالاترین جایگاه قضایی کشور، این دار و دسته نوکران سید علی آقا از روز انتخابات که نتایج معلوم شد شروع کردن داد و بیداد کردن، تقلب شده اینا تقلب کردن و و و فلوس از این بازی همجوری ادامه یافت، تا اینکه شورای عالی دادگاه، شورای عالی انتخابات، شورای نزاهت انتخابات، اینا همه رسیدگی کردن. بعدم دادگاه عالی شکایت این گروه ها رو مورد بررسی قرار داد و در نهایت اعلام کرد این شکایت ها بیپایه است و نتایج انتخابات تغییری نخواهد. حالا نتایج انتخابات چی رو به ما میگه؟ میگه این آقای مقتدا صدری که 73 تا کرسی به دست آورده، همراه با آقای حلبوسی که
37 کرسی به دست آورده، حزب دموکرات کردستان که 31 کرسی به دست آورده و همینطور حزب اتحادیه میهن، اینا با هم میتونن یک کابینه مقتدر عالی تشکیل. در نتیجه اینجا دیگه جایی برای نوری المالکی و دیگر تسبیح فروشان دم حرم حضرت زینب نخواهد. و مصطفی کاظمی خودش یکی از نامزدهای مطرحه، چون تالا نشون داده که یک عراقی به وطنش مؤمنه، نوکر سید علی آقا نیست و قرص و محکم ایستاده سرش. این یکی. موضوع بعدی که باید حتما میخواهید مطلع باشید و در بخشای دیگه بهش پرداخته خواهد شد، مسئله مذاکرات. خب مذاکرات الان به یه نقطه خیلی حساسی رسید. آقایون وارد وین شدن، حالا این رفت و آمدها برای چیه؟ هزینه پرواز، هزینه هتل. آقا خبر مرگتون، سفارتمون در اتریش که سفارتخونه بزرگ، سفیرم خونه بزرگی داره، برید اونجا بشینید. به هر حال آقای باقری و هیئت همراهشون برگشت. حسین امیر عبداللهیان دوشنبه درباره این مذاکرات امروز به خبرنگاران میگه از جمله موضوعات در دستور کار مذاکرات جاری بحث تضمینی و راستی آزمایی. خیلی جالبه، امیر عبداللهیان میگه راستی آزمایی، تو سرتاپا دروغ مردک، چجوری راستی آزمایی؟ باید به نقطه‌ای برسیم بله که اولا نفت ایران به آسانی و بدون هیچ مانعی فروخته شود و پول آن به صورت ارزی در حساب‌های بانک ایران وارد شود. چرا؟ پرانتز باز، سید علی آقا به ایالاتش در لبنان و در عراق و در یمن بدهکاره، باید بره پولشونو بده. حسن نصرالله الان باید بره برای عروس و خانومش و غیره لباس بخره. بابا شب عروسی معاونش میلیون ها خرجش شد تو لبنان، معاونش کرواتم زده بود. خیلی جالبه، طرفدارای حزب الله که تو پلاژ با لباس دو تیکه مایه دو تیکه میرن. به هر روی این مذاکرات هم مطمئن باشید با این بازی ها نتیجه آنچنانی که سید علی آقا میخواد نخواهد داد. بازم راجع به این براتون خواهم گفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته با. برای مشکل فنی پوزش میخوام. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.